یه دل میگه برم برم، یه دلم میگه نرم نرم، طاقت نداره دلم دلم، بی تو چه کنم؟ پیش عشق زیبا زیبا خیلی کوچیکه دنیا دنیا، با یاد تو هم هر جا هر جا ترکت نکنم. مبارده عزیز، خیلی کلن مبارد بچه کم حرف و خجالتی و ساکتیه، درسته مبارد؟ بله، ساکت و کم حرف و همین، ساکت و کم حرف و خجالتی و خیلی خجالتی. خب پس برای چی تو کار هنر رفتی تو با این روحیه خجالتیت؟ من خانواده فوق‌العاده هنرمندی دارم و از طریق اونا تونستم توی این حرفه موزیک بتونم فعالیت کنی. فعالیت کنم، بله. چند سالته؟ من 30 سالمه. 30 سالته و چند ساله که ایران نبودی؟ من الان از سن 5 سالگی از ایران خارج شدیم. بعد تو خونه کسی دیگه هم هست که کار هنری انجام بده؟ گفتی خونه خانواده هنری هم، ولی خب چه جور خانواده هنری هستن؟ بله، من همه خانوادم همشون هنرمندن. در چه زمینه؟ همه در زمینه موزیک؟ در زمینه موزیک، در زمینه نقاشی. ولی کی نقاشی میکنه؟ مادرم. مادرت نقاشی میکنه و پدر؟ دایام. دایات هم نقاشی میکنن؟ بله. خیلی خوبه. و همه موزیسیانن. من مامانم خودش صداش. شناس هستن یا یعنی معروف هستن؟ نقاشای معروفی هستن یا کلا نقاشی میکنن واسه دل خودشون؟ معروفی یه چیزی برای دل خود آدمه به نظر من. معروفی رو داری میگی یا نقاشی رو داری میگی؟ به نظرم همش. من خودم از بچگی همه میگفتن چقدر تو وقتی آینده‌تو میبینی میبینیم که چقدر مشهور میشی، ولی من هیچ وقت خودم اونطوری ندیدم و احساس نمی‌کنم، چون که بالاخره هممون یکی هستیم. آسمون ابره، اما دیگه بارون نمیاد، صدای گریه بارون توی نابدون نمیاد، اون که من دوستش دارم از خونه بیرون نمیاد، واسه این دل تنها دیگه مهمون نمیاد، نمیاد 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 تا بدونه جای خالش تو خونه، واسه من یه زندونه دیگه، اون دوست نداره واسه من گل بیاره روی اون موقع که من 5 سالم بود. خوب. من وقتی اومدیم آمریکا، من داداشام یه بندی داشتم به نام گروه آوا. گروه آوا اینجا. و بله، و خواننده های نیویورک، در واشنگتن دی سی و ورجینیا و مریلند. در اون موقع هیچ اصلا بند اینجوری نبود. نه اصلا نبود. اینا اولی بودن فکر میکنم. و البته بود، ولی اونا اینقدر حرفه‌ای بود کارشون که همه هنرمندای عزیز ایرانی میمدن، وقتی میمدن به ایست کوست همیشه با داداشای من کار میکردن. با کیا کار کرده بودن؟ مثل آقای عارف، anyone you can imagine، موین، امید، لیلا فروهر، منوچهر سخایی رو شنیده بودم. 100%، روحشون شاد، آقای منوچهر سخایی، توفان، خایده، یعنی من یه شانسی که داشتم این بود که برای همه این هنرمندا تونستم اوپن کنم، یعنی یا هر موقع به من وقت میدادن من براشون I was there to help them, you know, either open for them or close for them. خیلی خوبه، خیلی خوبه. دوست داشتی خب به هر حال از بچگی با همه این خواننده ها در ارتباط بودی، خیلی از خواننده ها رو دیدی، باهاشون کار کردی، با برادرات کار کردن، به هر حال دور و برت دیدن. دوست داشتی کدوم؟ دوست داشتی گوگوش بشی؟ دوست داشتی هایده بشی؟ کیو دوست داشتی؟ والا من هیچ وقت دوست نداشتم کسی غیر از خودم باشم. یه خود صدا چبی گوگوش هست. ممنونم ازتون. تعریف نکردم، واقعیتو گفتم. مرسی. من هیچ وقت سعی نمی کردم که غیر از خودم کسی باشم، ولی همیشه می گفتن که وقتی تو بزرگ بشی میشی مثلا مثل ویدنی هیوستن یا سلین دیان، و اگه رفرنس میدادن به یه خواننده ایرانی همیشه میگفتن گوگوش. So I'm honored really. ولی I would love to be myself. That's who I am. البته صدای خیلی قشنگی داره، صورت خیلی قشنگی هم داره، بسیارم با استعدادی. یه تیکه کوچولو برامون میخونی؟ هر چیزی که الان میاد واسه چند ثانیه، بدون میکروفون و بدون بند و بساط خوندن، فقط واسه اینکه نشون بدی که چی کاره ای. من و تو با همیم اما دلامون خیلی دوره،
همیشه بین ما دیوار صد رنگ غروره، نداریم هیچ کدوم حرفی که بازم تازه باشه. چراغ خنده هامون خیلی وقته سوت و کوره. واقعا مرسی، لطف کردی، خیلی محبت کردی که مهمون برنامه ما بودی. مرسی. و ما هم کلی لذت بردیم و امیدوارم که موفق باشی، همینطور پله های ترقی و پیشرفت رو 3-4-1 طی کنی و به اونجایی که دوست داری برسی، اون چیزی رو که خودت دوست داشتی در آیندت ببینی، امیدوارم که بهش برسی و لطفم کردی که مهمونه برنامه. از وقتتون خیلی ممنونم و خیلی افتخار میکنم که اینجا هستم و خیلی دوست دارم که به همه بینندگان دنیا بگم که من واقعا عاشق همتون هستم و افتخار میکنم که یه دختر ایرانی هستم و going forward I only hope that you guys support me and guide me as you have. So thank you so much. مرسی. امیدوارم که از این مصاحبه خوشتون اومده باشه و حمایتش هم بکنید که یکی از هنرمندای خوب کشورمون هست. مرسی، خیلی ممنون. من با شما هستم.